درود و عرض ادب خدمت شما. امروز میخوام یکی از جاهای خوب شهر رو، کرمانشاه رو، یعنی شهر کرمانشاه رو براتون فیلم بگیرم. و خب به نظرم خیابون قشنگیه، جای قشنگیه، دیدنش خالی از لطف نیست. این خیابونی که الان توش هستم و دارم مسیر رو طی میکنم که برسم به اون جایی که میخوام، خیابون گل سرخ هست. حالا همچنان میریم جلو و من تیکه تیکه توضیح میدم تا اون جایی که باید برسیم بهش. میخوام امروز بولوار تاق بستان رو که یک منطقه و یک قسمت از شهره که جز آثار تاریخی و باستانی به حساب میاد و در نوع خودش شاید میشه گفت بی نظیره، میخوام اونجا رو براتون فیلم بگم. ولی در حین مسیر خالی از لطف ندیدم که حالا مسیری هم که دارم طی میکنم رو براتون یه فیلمی بگیرم. خیابونی که الان داخلش وارد شدم خیابونی است به نام خیابون برق و اینم یکی از خیابونهای حالا تقریبا میشه گفت خوب شهر هست. قیمت خونه ها اینجا به شدت گرونه، فروشگاه های متنوعی داره، ولی قیمت خونه ها خیلی گرونه. جای دیگه خیلی از به خاطر اینکه قیمتش بالاست متاسفانه خیلی از خونه های ویلایی و زمینی رو دارن خراب میکنن و به جاش دارن آپارتمان میسازن. خب بافت شهری از بین میره و اون سیستما از بین میره و این جای ناراحتی داره به نظر، چون واقعا آپارتمان ها خیلی به نظر من جای مناسب برای زندگی نیست. خب من الان میخوام وارد یک قسمتی بشم که معروف به حالا بولوار که تقریبا مرکز شهر رو به شمال شهر وصل میکنه. عرضم به خدمتتون که ممکنه که این ویدیو طولانی بشه، بنابراین ممکنه در دو سه پارت این ویدیو رو، چون میخوام قسمت‌های مختلفش رو براتون فیلم برداری بکنم، به نظرم شاید سه یا چهار پارت بشه. من الان میخوام وارد اون بولواره بشم. این بولوار بسیار بولوار قشنگی بود و چندین تیکه بود که حالا من سعی کردم از قسمت‌های قشنگش فیلم برداری بکنم و از قسمت‌های قشنگش واردش بشم. این جایی که من دارم رو به شمال شهر حرکت میکنم در پس تصویر و در اون دور دورا شما کوه تاغبستان رو دارید میبینید. عرضم به خدمتتون که این بولوار بسیار جای قشنگی بود، درختان خیلی بلندتر و بزرگتر و سرسبزتری داشت، منتها به خاطر یه طرح
مونوریل که همچنان هم نیمه کار هست، خب یه مقطعی درختاشو بریدن و حالا قیافش خیلی قشنگتر از این بود. اما به هر حال این بولوار، بولوار بسیار بزرگیه و عرض کنم خدمتون که در دو طرفش همچنان میبینیم که ماشین ها تردد روونی دارن و خیلی خوب و راحت دارن تردد میکنن. عرض کردم مرکز شهر رو، تقریبا مرکز شهر رو به شمال شهر وصل میکنه این بولوار و عرضم به خدمتون که قسمت قشنگش میشه اون بولوار معروف تاق بستان که به هر حال به نظر من و خیلی ها معتقدن که این بولوار فقط یه بولوار ساده نیست، بلکه جزی از تاریخ ماست و جزی از فرهنگ ماست، به خاطر اینکه در نوع خودش هم زیباست، هم تکه و هم واقعا میشه گفت مثل این شاید در جهان انگشت شمار باشه تعدادش. من از قبلترش دارم فیلم میگیرم که شما متوجه بشین که حالا داستان از چه قرار و به چه صورت. این ستونهایی هم که دارید میبینید داخل تصویر ستونهای مونوریل هست و خب اینجا هم حالا یک ورزشگاه بزرگی هست، این ور قرارگاه های ارتش هست سمت راست، توی مسیر باز دو تا بیمارستان هست که یه دونش سمت چپ منه که همین الان دارم از کنارش رد میشم و پایین ترم یه دونه دیگه هست که حالا امیدوارم هیچ کس هیچ وقت کارش به بیمارستان نکشه. عرضم به خدمتتون که باز در سمت چپ من یه قسمتی هست به نام نوبهار 22 بهمن و منطقه‌ای که اسمای مختلفی داره هر خیابونش. سمت راست من یک بریدگی میبینید الان که وارد شهرکی به نام حافظیه میشه. جلوتر یک عرضم به خدمتتون سمت راست من یه دونه مجتمع خیلی بزرگ فنی حرفه‌ای هست که این مجتمع فنی حرفه‌ای بسیار بزرگه و حالا کسایی که میخوان در زمینه‌های فنی برن یک مهارتی کسب بکنن و یک مجوزی بگیرن میرن اینجا این کار میکنن. اینجا هم بیمارستان هست، یه بیمارستان که باز امیدوارم هیچکی مسیرش به بیمارستان نیفته. عرضم به خدمتتون که اینجا هم همینجوری که میبینین دارن پل میزنن. البته پل بایستی زیرگذر هم داشته باشه، اگر نداشته باشه خیلی بده، ولی خب فکر میکنم که نداره، چیزی که من دارم اینم نداره. قسمت رو بهش میگن میدون نفت. سمت راست هم صدا و سیماست و باز مستقیم دارم میرم به قسمتی که دارم نزدیک میشم به همون منطقه که گفتم خدمتتون، همون جای قشنگی که به اسم بولوار تاق بستان هست. خب اینجا دارن ساخت و ساز انجام میدن، حالا پل دارن میزنن. خب به هر حال میتونه یه بخشی از بار ترافیکی رو کم میکنه، ولی به نظرم زیرگذر هم نیاز داره. چه شود، اینجا مونوریل اون بالا داریم، این پایین هم که خروجی پل داریم.
سمت چپ تصویر شاید اونا براتون سوال باشه که اون دکل ها چیه. اینجا شرکت نفت کرمانشاه و در سمت راست من یک پارکی هست که خدمت زیادی داره و جز قدیمی پارک قدیمی شهر به حساب میاد. بعضا خیلی از مسافرهایی هم که میان میخوان شب و بیرون بخوابن توی فضای آزاد بخوابن، خب از این پارک استفاده میکنن. پارک شاهد هست اسمش. همونجور که توی تصویر میدیم ماشین ها و خودروهای زیادی هم این بغل وایسادن به خاطر اینکه اینجا رفتن و دارن استفاده میکنن از اینجا. من به خاطر اینکه ویدیو خسته نشه فقط این توضیح رو این آخر این ویدیو که ویدیو اول بولوار تا بستان هست میدم که این پارت رو من تا چند ثانیه دیگه، نهایتا تا 30 ثانیه دیگه قطع میکنم و میریم تو پارت دوم که میخوام دقیقا از ابتدای بولوار تاق بستان براتون فیلم رو پارت دوم رو شروع بکنیم. حالا یه خورده جلوتر بریم پل رو هم ببینیم و بعد بریم برای پارت دوم. این یه پلیه که به اسم پل لب آب شناخته میشه. حالا اسم خاصی هم نداره، یه پل خیلی قدیمیه و پل لب آب هست که چند تا خروجی داره. یه خروجی داره به سمت همدان و یه خروجی هم به سمت همون بلوار تاغبستان. خب بریم که انشالله ویدئوی پارت دوم رو شروع کنیم فعلا.